Ronnie pushed Jay, Jay pushed Ronnie, Kai pushed Phil, Phil pushed Kai, and now we have Hottie and Derek. درود به همه دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من محمدم، خوش اومدین به ای فلکس فیتنس. خب بچه‌ها، همین اول بگم که من یکم صدام گرفته، ازتون عذرخواهی میکنم. بریم که میخوایم با همدیگه تمرین جدید هادی و دریک رو بررسی کنیم که سه تا نکته خیلی مهم داشت. اول از همه اینکه تمرین مشترک دومشون تمرین عضلات پشت بود. اگه یادتون باشه روز اول سینه بود تمرینشون، و دقت کنید که هانی رامبود یک بار بهترین عضله هادی رو، یعنی عضله‌ای که یکی از نقطه قوت‌های اصلیشه، یعنی عضله سینه رو با هم دیگه تمرین دادن، و الانم اومدن سمت نقطه قوت اصلی درک، یعنی عضلات پشت. توی روز سینه هادی خیلی شادابتر بود، سرحالتر بود، ولی توی این تمرین که عضلات پشت به اندازه روز سینه دیگه سرحال نیستش. حالا چرا؟ حدس میذارم به خاطر دریک باشه. چند روز پیشم بهتون گفتم تمرین کردن دوتا مدعی اصلی قهرمانی ایده چندان خوبی نیستش، چون بالاخره ذهناشون درگیر همدیگه میشه. اینجا هم که تمرین عضلات پشت، دریک هم که تو این عضله فوق‌العاده است، هر حرکتی میزنه تریدی بودن و چگالی فوق‌العاده عضلات دریک مشخصه. منطقی هم بخوایم فکر کنیم، هر کس دیگه ای جای هادی بود ذهنش درگیر میشه بالاخره. درسته هادی مثل همیشه سنگین تر از دریک میزنه، ولی خوب بودن پشت دریک هم انکار نشدنیه. هادی توی عضلات روبرو فوق‌العاده است، اختلاف زیادی با دریک داره، ولی توی پشت با اینکه سنگین تر هم از دریک میزنه، ولی دریک به خاطر ژنتیکش پشتش بهتره. یه نکته جالب دیگه هم این بود که هادی توی هیچ حرکتی کوچکترین دادی نزد، فقط و فقط صدای نفس کشیدن هادی رو توی همه حرکتاش میشه شنید، مخصوصا توی این دراپ ست فوق‌العاده سنگینی که تا آخر زد. این تمرین هم اگه یادتون باشه تمرین همون لایو چند روز پیش هانی رامبوده که هادی با یک انگوش به درک کمک کردش، و همین لحظه تایمش هم دقیقا همین لحظه است، فقط اینجا دوربین از یه زاویه دیگه گرفته شده و نتونسته لحظه کمک کردن هادی به دریک رو رکورد کنه. اما نکته مهم دوم که بازم هیچکس بهش توجه نکرد زمانیه که حرکت‌های پشت تموم میشه، میرن برای جلو بازو. همینجا من استوب میکنم، به نظرتون چی غیرعادیه؟ دقیقاً زیر بغلای دریک، همونطور که چند هفته پیش بهتون گفتم، اینجا هم قشنگ مشخصه توی هر دو تا زیر بغلای دریک میشه برآمدگی رو دیدش. دقیقاً بعد المپیای امسال بجز رسانه‌های ایرانی خیلی از رسانه‌های انگلیسی زبان هم بهش اشاره کردن، مثل اینکه امسال هم همراه دریک هنو نمیتونه کارشون کنه. البته که هنوز تا المپیا تایم هستش، باید ببینیم که روی استیج المپیا چطوری میاد. همین الان بگم که این برآمدگی مال سینتول نیست، اصلا کسی اونجا سینتول تزریق نمیکنه. مگه دیوونه است بیاد وسط زیر بغلاش انقدر تابلو سینتول بزنه؟ اگه یه ورزشکارم بخواد برای لتاش بزنه میاد اطرافش میزنه، نه اون وسط. کلن تزریق سینتول حتی یه مقدار کمش بازم بعد یه مدت آثارش مخربه، نهایتاً اون سینتول وارد بدن میشه و حسابی هم کلیه و کبد و تحت فشار میذاره. جوری که دیدیم حتی ایلیا گولن به خاطرش فوت کرد، کلن کبد و کلیهش توی ماهای آخر ایلیا از کار افتاده بود که دلیل اصلی مرگش هم دقیقاً همین بود. به خاطر همینم بعد فوتش زیاد توسط رسانه‌ها دلیل مرگش موشکافی نشد، یعنی همه میدونستن فوتش به خاطر چی بوده، ولی وارد جزئیات نشدن. کلا بدنسازی یه رشته پرریسکه، اگه میخوای حرفه‌ای ورزش کنی 100% باید پیش دکتر بری، متخصص خودتو داشته باشی، مربی با تجربه داشته باشی و همه چیزو با دقت مو به مو رعایت کنی. کم بدنساز جوون نداشتیم که توی ایران فقط با رویای رسیدن به تیم ملی خودشونو نابود کردن. 100% دوروبرتون از این جوونا بوده و میشناسیدشون. ویدیوی مربوط به سینتول هم که امیر صحبت کرده خیلی با جزئیات در مورد سینتول و عوارض سینتول گفته رو بالا براتون میذارم، اگه دوست داشتین حتما نگاه کنید. خب ببخشید زیاد از بحث دریک دور شدیم. این برآمدگی زیر بغلای دریک تا جایی که ما اطلاع داریم و احتمالاً هم دلیلش همین باشه اینه که آبسس داروهاشو اونجا میزنه. بازم نظراتونو توی کامنت‌ها بهم بگین ببینیم نظر شما چیه. توی تمرین جلو بازو با اینکه هادی با تیشرت داره تمرین میکنه، ولی ورق برگشته، قشنگ ناپختگی دریک مشخص، بازوهاش سایز خیلی خوبی داره، اما اون جزئیاتی که باید داشته باشه رو هنوز نداره.
توی حرکت بعدی هم سینه های دریک واقعا سایزشون خیلی خوبه، یعنی حتی میتونم بگم از هادی هم از لحاظ سایز سایزشون بیشتره، ولی بازم اون پختگی لازم رو نداره. بهتر شده ولی هنوز جا داره پیشرفت کنه چون اختلافشون خیلی زیاده. تنها چیزی که منو میترسونه اینه که دریک فقط 31 سالشه. معمولا رسانه های داخلی در مورد این موضوع زیاد صحبت نمی کنن، ولی قبلا هم بهتون گفتم اینجا رسانه است، ما اومدیم تا حقیقت ها رو بهتون بگیم. من خودم قلبا عاشق هادی ام، ولی این باعث نمیشه که سن دریک رو فراموش کنم. یکی از دلایل اصلی پیشرفت دریک هم توی همین سالی که گذشت اینه که چون سنش پایینه و 31 سالشه. هادی کمتر از یک هفته دیگه 37 سالش میشه و همیشه و هر سالم اینو برای هادی میگن که او بس دیگه پیشرفت نمیکنه، تای ژنتیکش همینه و این آخر هادی چوپانه. ولی هر سال هادی همه رو سورپرایز کرده، مخصوصا امسال با ورژن آرنولد کلاسیکش همه رو حیرت زده کرد. تک تک کارشناسای دنیا حداقل یک بار در مورد این ورژن هادی صحبت کردن، ورژنی که بهترین نسخه هادی بوده تا حال حاضر. اما سومین نکته تمرین هادی و دریک که بازم کسی بهش توجه نکرد صحبت‌های آخر ویدیوی هانی رامبود بود که اومد گفتش که همیشه رونی کولمن باعث پیشرفت جی میشد و جی باعث پیشرفت رونی، فیل هیس باعث پیشرفت کای گرین و کای باعث پیشرفت فیل میشد و حالا هادی و دریکن. باید بگم حالا بعد چند سال داریم یه رقابت نزدیک و جذاب رو میبینیم، رقابتی که برعکس جی و رونی و فیل و کای که قهرمان و 80% میشد حدصد اینجا دیگه نمیشه. همینم باعث جذابیت بیشتر میشه و وجود هادی چوپانی ایرانی توی همچین سطحی واقعا برای ما افتخاره. امیدوارم بقیه بچه ها بتونن خودشونو به این لول برسونن که ما توی کورس قهرمانی ببینیمشون. همین الان ما بهروز تابانی رو داریم که اگه پاش برسه به المپیا قطعا بعد یکی دو سال میاد تو کورس قهرمانی. همونطور که گفته بودم و بهتون قولش رو داده بودم، پادکست با داور المپیا ترکل گندی ضبط شده، منتظر یه پادکست خیلی خفن باشید. برای اولین بار توی تاریخ رشته برنامه‌سازی ایران داور 5 دوره المپیا رو براتون آوردیم. کارای ویدیو رو انجام بدم سری منتشرش میکنم. خیلی خوب رفقا، اگه ویدیو رو هنوز لایک نکردی لطفاً لایکش کن، چنل ما رو حتما سابسکرایب داشته باشید تا لایو دو روزه المپیا رو از دست ندید. بریم برای ادامه اتفاقات امروز. پیشبینی دکستر جکسون و جورج فرح از مقام بهروز تابانی. توی حاشیه مسابقه بینوس کلاسیک چند تا از رسانه‌های ایرانی خودشونو به کنفرانس و گفتگوی دکستر جکسون با جورج فرح رسوندن و پرسیدن به نظرتون بهروز تابانی امسال چندم میشه. جورج فرح که جوابشو صریح نداد و گفتش که اگه ویزا بگیره جز نفرات تاب میشه. خب ما تاپ 10 داریم، تاپ 8 داریم، تاپ 6 داریم، تاپ 3 داریم، تاپ 2 داریم. خلاصه جواب قطعی نداد، ولی دکستر جکسون میگه که 8م، 9م یا 10م میشه. با کسایی که امسال دارن شرکت میکنن و استیجی هم که خیلی سنگینه، من خودم بهروزو خیلی منطقی بخوام براتون بگم برای سال اولش 5م، 6م، 7م یا نهایتاً 8م میذارم. حداقل سال اول کسایی مثل اندرو جک با سمسون رو نمیذارن بگیره و انصافاً هم این دو نفر خیلی خوب شدن. هادی و دریک هم که کلن جدان، رقابت بهروز بیشتر با نیک واکر، براندون کوری، رافال براندو، هانسل لاربادو و مارتین فیتزوادره. حداقل روی کاغذ این شکلیه، مگه اینکه روی استیج بعضی چیزا تغییر کنه. شما هم حتما نظرتو در مورد مقام بهروز اگه ویزای امسالش بیاد توی کامنت ها برام بنویس. به نظر شما رقیبای اصلی بهروز روی استیج امسال المپیا اگه بهروز ویزاش در بیاد چه کساییان؟ توی کامنت ها بنویس. بخش بعدی امروز در مورد آپدیت چند ساعت پیش رامون دینوه که حسابی آماده است. فقط سه هفته تا المپیا فاصله داریم. رامونم مشخصه کارو در آورده، پرچگالی تر از سال پیش شده، کمرش هنوز همون کمر باریک همیشه است. دیگه اشتباه آرنولد کلاسیکو تکرار نمیکنه. مهمترین ویژگی بدن رامون میتونم بگم پرچگالی بودنشه. همیشه هم تو المپیا این پسر آماده بوده، مخصوصا سال پیش که خیلی خوب اومد روی استیج و اگه همون ورژن رو می آورد برای اوهایو بعید بود که وسلی بگیرتش. دیروزم وسلی یه آپدیت از پاینتنش گذاشت که از لحاظ کاتو جزئیات و عمق عضلانی واقعا فوق‌العاده بود و خودشم توی پادکست دمینس گفتش که عضلات چهار سرم زیباتر از کریسه، خیلی تر و تمیزتر و شفافتر و با دیتیل بیشتر. فقط میتونم بگم از لحاظ سایز هنوز با کریس اختلاف زیادی داره. وسلی با این ورژنش باید بیاد کنار کریس تا ببینیم چقدر بهش نزدیکه.
نظرتون در مورد جزئیات 4 سر وسلی چیه؟ توی کامنت ها برام بنویس. خیلی خوب، این بود از اخبار و اتفاقات امروز. اگر از ویدیو خوشت اومد لایکش کن و یک کامنت قلبم برام بذار. دم همتونم گرم.